ما جهش علمی رو نباید بگذاریم متوقف بشه. کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان به معنای واقعی کلمه، العلم سلطان. عرض ادب و احترام به همه شما عزیزان. خیلی خیلی خوش اومدین به معجزه امید. امیدوارم هر کجا که هستید حال احوالتون خوب باشه و سلامت باشید. استفاده از انواع لرزگیرها در صنایع مختلفی کاربرد داره. لرزگیر ابزاریه برای جلوگیری از ارتعاش و لرزه‌های ناخواسته بر روی خطوط لوله. این دستگاه‌ها معمولاً برای خطوط گاز و نفت پرکاربردتر هستن. البته باید بگم که در خطوط لوله آب که پمپ‌های پرفشار بر روی اونا نصب شده هم کاربرد داره. این دستگاه موجب کاسته شدن ضربات مختلف سیال بر روی لوله و به خصوص اتصالات نصب شده بر روی اونا میشه. این دستگاه ضرباتی رو که به ضربه قوچ مشهورند رو حذف میکنه. بعد بگم که لرزگیرها به دو دسته کلی تقسیم میشوند. یک، لرزگیرهای غیر فلزی و دوم لرزگیرهای فلزی. اولین لرزگیرهای لاستیکی هم در سال 1930 توسط یک شرکت لاستیکی یونانی در آمریکا ساخته شد. اما بعدها در سال 1980 دو نفر به نامهای جانسون و واتر سهام این شرکت رو به طور کامل خریده و این صنعت رو توسعه دادن. اما مهمترین نکتهش اینجاست که در کشور ما نیز از سالهای گذشته صنعتگران سعی در خودکفایی در تولید انواع مختلف این ابزار داشتند. امروز هم در این برنامه یعنی معجزه امید قراره سراغ یکی از بزرگترین و موفقترین این شرکت ها در خاورمیانه سر بزنیم. پس با ما همراه باشید. خدمت آقای شهیدیان هستیم، ایشون رئیس هیئت مدیره هستن. قربان سلام، وقتتون بخیر. خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم. لطف بفرمایید در مورد تاریخچه مجموعه سالی که شروع به کار کردید برای ما توضیح بفرمایید. مجموعه ما از سال 1370 در واقع فعالیت خودش رو در زمینه لرزگیرهای لاستیکی تاسیساتی شروع کرد و در سال 73 موفق شد اتصالات آکاردونی رو در واقع به تولیداتش اضافه کنه. و در تقریبا سال 89 بود که گسترش داد کارشو. تقریبا کارخونه‌های ما به 5 یا 6 واحد تولیدی رسید و بعد از اونم که صنایع پلاستیک و شیلنگ‌های خرطومی رو توی در واقع رده تولیداتمون قرار دادیم. بسیار عالی. آقای شهیدیان در مورد اختراعات مجموعه برام صحبت کنید. تقریبا 7 اختراع توی این مجموعه اتفاق افتاده که 4 تاش عمومی و 3 تاش صنعتی هست که مهمترین اختراع ما در زمینه در واقع صنعتی لرزگیرهای مهار دوقلو هستش که الان در حال ثبت هست و ویژگی‌های این لرزگیرهای مهار دوقلو این هستش که مهارها خودش رو و قطعه رو تنظیم می‌کنه، حرکت‌ها رو محدود می‌کنه، عمر قطعه رو بالا می‌بره، قطعه رو تقریباً سبک‌تر کرده
و فکر میکنم که بهترین ویژگی این لرزگیرها در واقع تحمل فشار و رفتارهای حرکتی قطعه در سیستم باشه که باعث میشه که عمر قطعه بیشتر بشه. تو صحبتاتون اشاره کردین به محصولات خارجی. میخوام بدونم که تولیدات شما یا نمونه خارجی داره یا خیر و در مقایسه با اونها تو چه سطح کیفی قرار داره؟ بله، قطعات ما نمونه های خارجی داره. تقریبا این صنعت برمیگرده شاید به 60 یا 70 سال پیش، ولی ما تقریبا 20 ساله به این یا 28 ساله تقریبا به این تکنولوژی دست پیدا کردیم. ولی واقعا از نمونه های خارجی قطعات ما کم نداره. نمیتونیم بگیم بالاتره، ولی از اونم چیزی کم نداره. یعنی در واقع مشتریان شما بدون هیچ تردیدی میتونن این محصول ایرانی رو به جای محصول خارجی انتخاب کنن. تقریبا مشتریان ما به طور 90% یا 95% از تولیدات مجموعه ما استفاده میکنن، چون شامل گارانتیه. این قطعات اگه خراب بشه، تا اگه نمونه جایگزین بخواد بیاد چند بطول میشه یه سیستم بزرگو میخوابونه. برای همین اجباراً و شاید حالا به نوعی بهتر هست از تولیدات ما استفاده بشه. جناب شهیدیان، اگر بخوایم از لحاظ هزینه‌ای به این محصول نگاه کنیم، چه تفاوتی با نمونه خارجی داره؟ قطعات ما از نظر مقایسه قیمتی با مشابه خارجی تقریبا نصف هستش و در بعضی از شرایط قیمت ما خیلی پایین‌تر هستش. ولی اگر مورد به صورت مورد سفارشی و با تعداد محدود بخوایم تولید بکنیم، طبیعتاً شاید قیمتمون با مشابه خارجی هم برابری میکنه. ولی بهترین ویژگی قطعات ما این هستش که قطعه در ایران تولید میشه و چون در واقع محل نصب قطعات ما پالایشگاه پتروشیمی ها هستن و اگر قطعه خراب بشه باید ظرف حالا چند روز عوض بشن، ولی اگر از خارج بریم ظرف چند ماه میشه. طبیعتا این سیستم صنعتی رو میخوابونه و خسارت به مشتری وارد میکنه. بهتره که از در واقع قطعات ما استفاده بشه روی پروژه ها. بخش تولید لرزگیرهای لاستیکی هستیم که یکی از انواع لرزگیرهای صنعتی در سیستم های پایپینگ یا همون لوله کشی صنعتیه. به همین جهت رسیدیم خدمت آقای مهندس فیضی زاده، ایشون مدیر کارخونه هستن. برام وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر. ممنونم. خواهش میکنم. بفهمید که اساسا اینجا چه محصولاتی تولید میشه و کاربردشون چی هستش؟ در این بخش ما تولید لرزگیرهای لاستیکی رو که یکی از انواع لرزگیرهای صنعتی هست رو تولید میکنیم که معمولا این لرزگیرها در صنایع مادر و تأسیسات بسیار کاربرد داره. صنایع مادر مثل صنایع نفت، پتروشیمی، گاز و همه صنایعی که واقعا توی اشل‌های خیلی بزرگ تولید لرزگیرها انجام میشه. خیلی متشکرم. به چند بخش تقسیم میشه این لرزگیرها؟ لرزگیرهای صنعتی مجموعاً به 4 بخش تقسیم میشن که مشمول لرزگیرهای لاستیکی، لرزگیرهای فلزی، فلکسیبل هوزا، حالا یا متال هوزا و اتصالات پارچه‌ای هستن که ما در این بخش لرزگیرهای لاستیکی رو تولید میکنیم. درسته. چند ایستگاه کاری دارین تو بخش تولیدتون؟ فرآیند یا ایستگاه کاری تولید لرزگیرهای لاستیکی مجموعاً 6 بخشه. بخش اولش که از مواد اولیه شروع میشه و مواد اولیه نیمه ساخته در اصل محسوب میشه، با برش منجید و کامپاند شروع میشه و وارد مرحله دوم که مرحله درامپیچی هست میشه. تو مرحله درامپیچی لایه‌گذاری ها بر اساس سفارش مشتری، اینی که چه نوع لرزگیری برای چه سیالی و چه جریان عبوری توش هست، با چه فشار دمایی طراحی شده، لرزگیر آماده سازی اولیه میشه و وارد فرآیند تولید نیمه ساخته که مرحله سوم میشه به نام پرس میشه. تو مرحله پرسینگ عملاً لرزگیرها توسط شرایط مختلف پخت به مرحله پخت میرسن و نیمه ساخته دوم ما آماده میشه. بعد از این مرحله، مرحله چهارم هست که مرحله فلنش گذاری یا نصب کانکشن بر روی قطعات و مرحله پنجم تست هست که قطعات بر اساس اون موضوع کیفی که براشون طراحی شده و بر اساس استانداردهایی که به صورت استانداردهای بین المللی هستن تست رو انجام میدیم و مرحله فاینال یا نهایی ما مرحله بسته‌بندی قطعاته و بعد از اون ارائه میشه به بازار. دقیقاً. لرزگیری ما به بازار به شکل مستقیم ارائه نمیشه. بله. وارد فروشگاهامون میشه و از طریق فروشگاهامون به بازار عرضه میشه.
بخش تولید شلنگ‌های فشار قوی هستیم. به همین جهت رسیدیم خدمت آقای مهندس شیرکوند، ایشون مدیر برنامه‌ریزی مجموعه هستن. قربان وقتتون بخیر. وقت شما بخیر. ممنونم از اینکه تشریف آوردین. در خدمتتون هستم. بفهم که تو این بخش اتفاقاتی میفته. سالانی که ملاحظه می‌کنید سالن تولید شلنگ‌های فشار قوی مون هستش. شلنگ‌های فشار قوی به 3 دسته عمده تقسیم میشه: هیدرولیک، صنعتی و اصطلاحاً واتر جت بهش گفته میشه. شلنگ‌های فشار قوی در ماهیت اصلی خودش برای انتقال سیال به منظور انتقال نیرو به دستگاه‌های هیدرولیکی مورد استفاده قرار میگیره. به 3 قسمت عمده تقسیم میشه بدنه شلنگ. یک لایه داخلی داره که سیال از داخلش عبور میکنه، یه لایه میانی یا مسلح رو داره که از سیم‌های پیچیده شده در هم تشکیل شده برای محافظت از لایه داخلی و کنترل فشار خود شلنگ، و لایه بیرونی که نقش محافظ کننده رو داره، و در نهایت یه سری قطعات که از قبیل پوسته و کانکشن که روی این قطعات نصب میشه. خیلی متشکرم. آیا ما اساساً این شلنگ‌ها کجا کاربرد داره؟ شلنگ‌های فشار قوی بسته به همون دسته‌بندی که درشون صورت میگیره همون مصارف رو داره. یعنی شلنگ‌های هیدرولیکی توی قسمت‌هایی که میخواد یه کمپرسور یا یه پمپ یا سیال که عمدتاً روغن هست رو منتقل بکنه، و مهمترین ویژگیشون هم این هست که شلنگ‌های فشار قوی یک سیالی رو با یک فشار کم تحویل میگیرن و در یک جای دیگه با یک فشار چند برابر بالاتر تحویل میدن. توی مصارف صنعتی برای انتقال حالا سیال، جامد، مایع، گاز، مثل انتقال آب، بنزین، گاز، هر چی استفاده میکنن. مصارف بخش کشاورزی، معادن، سیمان، و در یه مقاطعی که فشار خیلی زیادی رو این شلنگ باید تحمل بکنه از شلنگ‌هایی که اصطلاحاً بهشون واتر جت گفته میشه استفاده میکنن. این دوستانی که الان پشت ما هستن در حال تولید این شلنگ، بله، همکاران منو که شما ملاحظه میکنید در حال تست این شلنگ‌ها هستن. وقتی شلنگ تولید میشه در مرحله پایانی حتما باید تست هیدرو روی اونها اعمال بشه تا صحت عملکرد اونها ارزیابی بشه. مواد اولیه تولید این شلنگ‌ها از کجا تامین میشه؟ ببینید، تقریبا تمام متریال این محصول از بهترین نوع متریالی که توی بازار وجود داره تامین میشه. نسبت به نمونه خارجی تو چه سطح کیفی قرار داره؟ من میتونم به ذرت قاطع بگم که چیزی که کم نداره بهتر هم هست. پس مشتری بدون هیچ تردیدی میتونه انتخاب بله، کنه. بله، دقیقا همینطوره. خیلی ممنون توضیحاتت. خواهش میکنم. بفرمایید. مجدد خدمت آقای مهندس فیضی زاده هستیم. همونطور که در جریانید ایشون مدیر کارخونه هستن. قربان وقتتون بخیر. ممنون، مرسی، وقت شما هم بخیر. آقای مهندس بفرمایید شما به چه نحوی با مشتریان خودتون در ارتباطید؟ یعنی بخواید مطلع باشید از کیفیت محصولتون و رضایت مندی اونها. خب یکی از شاخصهای اصلی کنترل کیفیت محصولات تولیدی ما که تقریبا سنگ بنای این بالغ بر 10 سال گذشته شده، بازدیدهای ادواری که از سایت هایی که حالا مشتریان بهشون اجناس فروخته شده صورت میگیره، که این هم به صورت برنامه‌ریزی های سالانه طی مشخص شدن خود کارشناس هایی که از نظر کارشناس فنی حالا یا فروش اون تیمی که باید هماهنگ باشه و کدام پروژه های محصولات فروخته شده، هماهنگیش توسط واحد فروشمون انجام میشه و طی این بازدیدها ما یه سری گزارش‌ها و بازخوردهایی رو می‌گیریم از مشتری و در روند کیفی تولید محصولمون از اون بازخوردها استفاده می‌کنیم. در حین انجام این کارم خب به صورت حالا فرم‌های رضایت‌مندی مشتری که حالا اصولاً چون ما ایزو داریم همه تفکرشون اینه که به صورت سوری داره انجام میشه، ولی واقعیت اینچنین نیست. ما به همراه همون بازدید فرم رضایت‌مندی مشتری رو هم جاری می‌کنیم که خوشبختانه مشتری‌ها صادقانه تمام اطلاعاتی رو که به درد ما میخوره چه از نظر کیفی چه از نظر کمی به ما اطلاع رسانی میکنن و باعث میشه که ما بتونیم توی تداوم روند تولید پیشرفت بکنیم. درسته.
شما اولین و تنها ترین تولید کننده لرزگیرهای لاستیکی تو خاورمیانه هستین، درسته؟ بله، ما سال 80 اول که ابتدای شروع کارمون با لرزگیرهای لاستیکی بوده که اولین تولید کننده بودیم توی ایران و در خاورمیانه جزء اولین تولید کننده ها هستیم که لرزگیر لاستیکی به قطر 140 اینچ رو تولید کردیم. چطور به این موفقیت دست پیدا کردید که تونستین جزء بهترین ها باشید و اولین تولید کننده هستیم به نوعی؟ یکی از مواردی که ما تونستیم به ساخت این لرزگیر برسیم انجام مهندسی معکوس روی قطعات بود. خب این نوع لرزگیر، لرزگیر وارداتی بود که سال 84 بعد از 6 ماه کار کرد توی سیستم پتروشیمی فیل کرد و از بین رفت و خب با اعتمادی که صنایع مختلف به ما کردن به خصوص صنعت پتروشیمی، این قطعه لرزگیر رو ما تونستیم مهندسی معکوس کنیم با تیم طراحی که داریم، تیم فنی که داریم و پس از اون تونستیم امکانات تولیدش رو فراهم بکنیم، شرایط پخت قطعه رو ایجاد بکنیم تا این لرزگیر ساخته بشه. و جالبش اینه که اولین قطعه که ما ساختیم، خب تستش توی سایت خود مشتری انجام شد، اما بعد از 7 سال ما که این لرزگیر هنوز هم مشغول به کار بود، موفق شدیم که تست خود قطعه رو هم توی شرکت خودمون انجام بدیم که ضریب امنیت قطعمون هم بالاتر برد. آقای شهیدیان، شما سال 1375 دست به توسعه کارخونه خودتون زدید. میخوام بدونم چه ضرورت و نیازی بود که این اتفاق بیفته؟ بله، نیازها بیشتر بعد از جنگ بود، شروع تحریم ها بود، واقعا دیگه یواش یواش قطعات نمیتونست بیاد. ما احساس کردیم با توجه به اینکه صنایع مادر هم داریم، در صنایع مادر داریم فعالیت میکنیم، کارخونه رو توسعه بدیم و دامنه تولیداتمون رو وسیع‌تر کنیم. این هم باعث شد که خب از نظر وضعیت مالی خودمون شرایطمون بهتر شد، همین که خب جلوگیری شد از خروج ارز و از همه مهمتر این که ما در این صنعت واردتر شدیم، خودکفاتر شدیم و تولیداتمون هر روز سطح کیفیش بالاتر رفت. آقای شهیدیان، تو صحبتاتون اشاره کردیم به تحریم ها. الان با تحریم هایی که کشور مواجه هست، آیا خللی در تولید شما پیش اومده یا خیر؟ ببینید، تحریم ها 100% اثر خودش رو گذاشته، ما تحت فشار هستیم از نظر تامین مواد اولیه، ولی واقعا از این طرف خوشحال هستیم، چون اگه تحریما نبود تمام این قطعات توی این 25 سال گذشته خودش کشور می اومد و اصلا هیچ وقت ما به جایگاهی که الان هستیم نمی رسیم. طبیعتا تحریما درست تبعاتی داشته، ولی سودش واقعا بیشتر بود برای ما. یک نکته خیلی مهم که در مواجهه و آشنایی با این مجموعه بهش برخوردیم، صمیمیت، همراهی و همدلی تک تک اعضای مجموعه با همدیگه بود که من فکر میکنم یکی از عوامل موفقیت این مجموعه به شمار میاد. هنوز کار ما در این شرکت تموم نشده. بهتون پیشنهاد میکنم حتما بیننده قسمت بعدی این برنامه باشید. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید. یا علی. We'll be right back.